درود به همه دوستان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه یکی از دوستان در کامنت ها پرسیده بودن که به آدم از خود راضی مغرور مت... متکبر دماغ بالا به قول معروف چی میگن خب ما در این درس با هم دیگه یاد میگیریم و میبینیم که در قالب جملات آلمانی چطوری میشه از این واژه ها استفاده کرد فراموش نکنید که دوج پرزیش تیوی علاوه بر یوتیوب اینستاگرام و فیسبوک در تلگرام هم در اختیار شما عزیزان هست خب واژه آروگانت آروگانت به معنی از خود راضی دماغ بالا متکبر مغرور هستش که واژه خوبی نیستش یعنی یه صفت خوبی نیستش برای یک نفر موقعی که اون طرف آروگانت هستش به طور مثال من میتونم بگم زی ایست زیست زی ایست یعنی این خانومه خیلی دماغ بالاست به قول معروف خیلی از خود راضی پر افاده است متکبره میتونم بگم ایر است این اروگانت پزون ایر است این اروگانت پزون میبین که اروگانت به عنوان یک صفت قبل از اسم هم میتونه قرار بگیره Er zeigt ein arrogantes Verhalten er zeigt ein arrogantes Verhalten ja یعنی اون آقا اون پسر یک رفتار متکبرانه از خودش نشون میده یه رفتار پر افاده و از خود راضی از خودش نشون میده حالا همین جمله رو اگه بخویم گذشتش رو بگیم حالت پرفکت میگیم ایه این اغوگانتس فهلتن میگه سایگت به فرض میگن خب رفتی با طرف آشنا شدی اون مرده چی جوری بود مثلا میخوایم بگیم که خیلی رفتار متکبرانه و از خود راضی و از خود متشکر و پر افاده ای نشون میداد ار هات این اروگنتس فرهلتن گسایگت فرحلتن یعنی رفتار و یا میگن ایش کن ای گنتس لشن ینف نشم زن ایش کن ایر اروگنتس لشرن اینفخ نیشت مر زن میگه که من این لبخند مغرورانه و از خودرازی اون خانوم رو اصلا نمیتونم نگاه کنم منظور اینه که نمیتونم طرف رو تحمل کنم که اینقدر مغرورانه میخنده یا لبخند میزنه اشکان لشن نیشت میازین. یه ihr لشن lächeln einfach nicht یه واژه دیگه که به معنی که هم در از سینونیم هست و یا هم معنی و مترادف آرگانت هست هخنزیش هستش هخنزیک و یا هخنزیش یعنی همون آدم دماغ بالا که معنی متکبر و از خود راضی و پر افاده رو داره بالا گفتم زیست آغوگاند حالا میتونم بگم زیست هوخ نزیگ زیست هوخ نزیگ یعنی اون طرف دماغ بالا هستش مغروره و میتونم بگم حالا میخوام بگم که اون آقا نسبت به من خیلی متکبر و مغرور بود ایوا گنس هوخ نزیگ Er war ganz zu یعنی نسبت به من خیلی مغرور و متکبر و از خود راضی و پر افاده بود. دیگه میتونم بگم دس از چیملش به میگن اون دختره چجوریه؟ میگن دس از چیملش حق هم در دست های قبل کار کرده بودیم که به معنی نسبتا هست. دوستانی که اون درس رو کامل یاد بگیرم میتونم ویدیوهای قبلی رو نگاه کنن. خیلی از سوالاتی که دوستان در کامنت ها مطرح میکنن مطالبی هستش که ما قبلا بهش پرداختیم و همه رو درس دادیم دوستان عزیز کافیه که به درس های قبلی یک نگاهی بندازید خب دست از تیملیش هخ نیزیش یعنی دختره نسبتا پر افاده است حالا جمله آخر موقعی که از یکی شاکی میشن اینو میگن میگن که ویسین داین فغاین دینن وی هخ نهزیش دوبیست ویسین داین فغاین دوستات میدونن که وی هخ تو دوبیست که چقدر تو در اصل متکبر و مغرور هستی حالا یه حالتی داره که حالت تیکه وار هست به بعضی ها میشه انداخت یه واجه دیگه که برای هخ نهزی استفاده میشه میگن دینا از هخت یعنی دماغش رو به بالا بگیره طرف یا رو به بالا گرفتن همون معنی پرفاده و متکبر و مغرور و آگوغان, آگوغان اینا رو میده بله دوستان این هم از دو تا واژه که امروز با هم دیگه در این درس یاد گرفتیم حالا شما سعی کنید با آگوگانت و یا با هوخ نزدیش یه جمله بسازید آیا شما آدم مغرور و متکبر رو از خود متشکری هستید و یا کسی رو میشناسین یا باش آشنا شده بودید که اینجوری بوده میتونید در قالب یک جمله در کامنت به عنوان تمرین بنویسید امیدوارم این درس رو دوست داشته باشین دوستان محترم تا درس های بعد خدا نگهدار